گلها همه با اذن تو برخواستند، از بهر ظهور تو خدا راستند. مردم همه در لحظه تحویل به شک، اول فرج تو از خدا خواستند. سلام از ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان، بینندگان خوب تلویزیون جهانی هادی. بسیار مفتخر هستم که در این روزهای پایانی سال و آغاز سال نو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. همچنین میلاد فرخنده و با سعادت گل نرگس مهدی صاحب زمان و خدمت شما عزیزان و محترمان تبریک و تهنیه عرض میکنم. انشاءالله که این بهار زیبا و این روزهای خوش متصل شده به بهار ظهور آقا مهدی صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه نوبهار در خدمت شما عزیزان. خب دوستان عزیز و محترم، در این دامان سرسبز و بسیار زیبای طبیعت در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم با ویژه برنامه نوبهار که به مناسبت سال نو تقدیم شما عزیزان میشه از تلویزیون جهانی هادی تیوی. در خدمت کارشناس محترم و بزرگوار برنامه هم هستیم، خانم سجادی بزرگوار، با موضوع نو شدن با طبیعت. اجازه بدین قبل از آغاز گفتگو یک سلام خوشپرسی ویژه با کارشناس محترم داشته باشیم. سلام علیکم خانم سجادی بزرگوار، بسیار خوش آمدین به برنامه و سال نو را خدمت شما تبریک میگم. بله، من خدمت شما بزرگوار خانم بیانیه عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین عرض ادب و تحیات به همه همکاران گرامیتون که این فضای دلانگیز رو ایجاد کردند که ما برنامه رو در چنین فضای شاداب و فرح بخشی اجرا داشته باشیم انشاءالله، و بینندگان عزیزی که در خانه‌هاشون ماندن و برنامه های ما رو میبینند، برایشون آرزومند هستم که سال خوب و خوش را آغاز کرده باشند. انشاءالله انشاءالله. بسیار بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم ما، در روایات است که بزرگان دین ما هنگامی که سال نو فرا میرسید آیات بسیار زیبایی از کلام الله شریف را تلاوت میکردن، از جمله ای آیه که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یعنی که در آفرینش آسمان ها و زمین و در اختلاف روز و شب نشانه هایی هست برای صاحبان خرد و اهل اندیشه. یعنی اگر انسان تدبر بکنه، اندیشه بکنه، میتونه از اتفاقاتی که در دنیا میفته، از این رویدادهایی که در دنیا اتفاق میفته، از جمله تغییر فصل و نو شدن سال، درس های بسیار زیادی را بگیره. چه درسی میتونیم که ما از فصل بهار بگیریم؟ چه چیزی را میتونیم یاد بگیریم؟ یکی از چیزهایی که به چشم ما و شما میخورم و تمام جهان ایرا درک میکنه تغییری است که در دنیا ایجاد میشه. فصل نو میشه، فصل بهار میشه، درختان مرده دوباره زنده میشن، دشت و دمن و کوه و کوتل و صحرا همه سرسبز و زیبا میشه، یک حس خوب تازگی و نشاط برای تمام موجودات ایجاد میشه، حتی برای حیوانات، برای حشرات. در این فضای زیبا هستیم، شما حتما میشنوید صدای شاد حیوانات و پرندگان را که با خوشی صدا میکنن، آواز میدن. اینها همه نشانه ایست که یک تغییر و تحول بزرگ در جهان در حال ایجاد شدن هست، و چه بهتر که درس و آیت و نشانه ای که ما از این تغییر و تحولات میگیریم ای باشه که خودمان به عنوان گل سرسبد جهان هستی، یک تغییر و تحول درونی را در کنار تغییر و تحولات بیرونی در خودمان ایجاد بکنیم. همینطور نخواهد بود خانم سجادی بزرگم؟ بله، بسیار تشکری میکنیم از شما با مقدمات بسیار زیبا. خواهش میکنم. بله، همونطور که
شما فرمودید، ما در آیات و روایات بسیاری از تغییر در زمین و زمان میگه عبرت بگیرید. درست. ما میخوایم اول بحث امرا با ذکر شریف شروع کنم مبحثمان را، که میگیم یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. الهی آمین. خب ما در پیشگاه خدای باری تعالی در این ذکر از خدا چی خواستیم؟ که خداوندا تو که دگرگون کننده قلب ها هستی، خداوندا برای ما روزی کن حال رو از نوع حال خوب. خب این حال خوب ما الان در فضایی که هستیم میتونیم یاد بگیریم از این طبیعت، از این درختانی که اطراف ما رو احاطه کرده. همونطور که شما خانم بیانی عزیز مطرح کردید، ما اگر در کتل و تپه و درختان و چمن و سبززار اگر سیل میکنیم، میبینیم که اینها یک رویش جدیدی داشتن. بله، بله. یک بهار، یک تابستان و یک پاییز و یک زمستان را پشت سر نهادند. این درخت ها به خواب رفته بودند، اینها این سبزی و تراوت نبود، گویا که مرده بودند. بله، ولی حال میبینیم که چی؟ درختان شکوفه دادند، حتی پرندگان و حیوانات هر کدام شادی و طرب از خودشان نشان میدن. وقتی که سال نو میشه، یک رویش جدیدی در زندگیشان ما میبینیم. درست است. خب ما میخواییم ببینیم که این طبیعت که خداوند خلق کرده، یک رویشی در فصل بهار داره، در آغاز سال داره، آیا ما انسانها هم نیاز داریم که یک رویش داشته باشیم؟ آیا ما انسان‌ها هم جزء یکی از این موجودات عالم هستی؟ آیا در این سال جدید میتونیم شکوفایی داشته باشیم؟ بله قطعاً، قطعاً. بله؟, بله. به چه قسم هستش؟ ما در طول دوره زندگی رفتارهای بسیار زیادی رو تجربه کردیم، از خودمان عادتهای بسیار زیبایی رو خلق کردیم، عادتهای ناپسندیم متاسفانه شاید ناخواسته یا در ما ایجاد شده باشه، در ما ایجاد شده باشه. پس چقدر خوبه که ما از بهار، فصل بهار، از بهار طبیعت درس بگیریم. بله. درس بگیریم که پس ما هم باید یک شکوفایی داشته باشیم. درس بگیریم که اگر رفتار خوبی دارم، او رو تقویتش کنم، بارورش کنم. این درخت وقتی که من، این نهال وقتی که من مبین خاک میمانم، یک سال است، دو سال است، سه ساله، این سال سیوم چهارم شاید میوه چند سر میوه بده، چند چارک میوه بده، ولی میبینیم که دو سه سال میگذره این میوهش زیادتر شده، کلانتر شده. بله، بله. خب آیا ما هم که در حال گذر عمر و زندگی هستیم، آیا میوه های زندگی ما، میوه های رفتاری ما زیاد شده یا میوه های ما کال شده رفته میره؟ این میوه های زندگی ما چی هستند؟ همین رفتارهای ما هستند. بله. رفتارهای پسندیده یا رفتارهای ناپسندی که ما باید اینها رو رفتش. بله. و در این سال نو خانم سجادی بزرگوار، با خودمان فکر کنیم که ما که کمتر از خاک نیستیم، در فصل بهار، در سال نو، در نو بهار، حتی خاک تیره نو میشه، شاد میشه، ازش گیاه و علف و چمن و سبزه بر میشه. ما به عنوان یک انسان چرا سکون داشته باشم؟ چرا تغییر نکنم؟ باشم. چرا راکت باشم؟ چرا خود اصلاح نکنم؟ بله، بسیار نکته زیبا و قابل تأملی که ما از این طبیعت میتونیم درس بگیریم، که ما به عنوان اشرف مخلوقات، ما با این اراده و اختیاری که داریم میتونیم بهترین ها را برای خودمان رقم بزنیم. بله. خب با این مقدماتی که ذکر کردیم، انشاءالله میخواییم وارد مبحث قوانین تغییر در رفتار ورود کنیم. یعنی که چگونه این تغییرات را در خودمان ایجاد بکنیم. بله. چگونه رفتارهای ناپسند را از خودمان دور کنیم. چگونه رفتارهای پسندیده در خودمان ایجاد کنیم. و این قانون تغییری که من انشاءالله در این جلسه میخواییم صحبت کنیم، قانونی است که مطالعات بسیاری این را تایید کردن و کسایی که میخواستن که خودشان رشد بدن از این قانون دستاوردهای بزرگی به دست آوردن. و این قانون شامل بر 6 مرحله هستش. بله. ما از بینندگان عزیز خواهش میکنیم که تا
تا انتهای برنامه همراه ما باشند اگر خواستار رشد و شکوفایی در اخلاق و رفتارهای خودشان هستند. که قطعا انشالله همین رقم خواد بود. بینندگان عزیز از ما برنامه را تا نهایت یه برنامه نگاه میکنند و چون از ما که استفاده میکنم از سخنان ارزشمند شما، بینندگان عزیز و محترم از ما هم استفاده خواهند کرد. بله، یک حقیقتی است که همه ما قبول داریم. اگر از هر کسی پرسان کنی آیا تو نیاز داری که تغییر کنی؟ آیا نیاز هست که تو در رفتارهای تجدید نظر کنی؟ هر کسی برای خودش یک جوابی داره. مطمئنن اکثر افراد، بسیار نفران میگه بله من نیاز دارم که این رفتارم تغییر کنه. بله من نیاز دارم که این رفتار پسندیده رو در خودم افزون کنم. مرحله اول تغییر مرحله به نام مرحله تأمل هستش. پیش تأمل، مرحله پیش تأمل یعنی قبل از تفکر کردن هستش. قبل از تفکر کردن در این مرحله، مرحله هستش که افراد هیچ انگیزه ای ندارن که تغییر کنند. مثلا مثال میزنیم، در خانه همراه فامیل محترمش نشستن سر دسترخوان و بدخویی میکنه. مثلا طفلک خوردش گلاس آب چپه میکنه، قار میشه خفه میشه بله. سرش و برش میگم توی رفتارت سنجیده نبود. توی رفتارت خوب نبودم را یک طفل 4 ساله حتی 8 ساله هر کسی ناخواسته یک رفتاری ممکن انجام بده. این خفه ای که تو میشه سر ازی اثرات بدی بری میذاره. و اینجا این مرحله هستش که کسی که رفتار خودش توجیه کنه هیچ وقت تغییر نمیکنه. این آقا میگه که چی؟ میگه نه چیزی نیست. من باید سرش قارچام که تربیه شوه. وقتی کسی در مرحله باشه که رفتارهای خودش توجیه کنه یا انکار کنه نه من کدام کار بدی نکردم، یا یک کسی هست دستاش زیاد شوشته میکنه، وسواس داره، بله، یک بار، دو بار، سه بار، 4 بار، 5 بار برش میگیم تو به بیماری وسواس دچار هستی، تو زیاد دستای خود رو میشوری. تو وقتی وضو میگیری اذان میگه 11 بجه 12 بجه اذان میگه، تو ساعت 2 خلاص میشی. تو نیاز داری که این رفتار خودت اصلاح کنی تغییر بدی. چی میگه در جواب؟ میگه نه من هیچ نیاز به اصلاح ندارم، من 1-2-3 دفعه بیشتر از بقیه دستای من میشورم. پس یعنی خانم سجادی بزرگوار، انسان باید هوشیار باشد. در بسیاری از مواقع خود انسان شخصا نسبت به رفتارهای ناپسندی که در درونش وجود داره آگاه نیست و ببینه که دیگران چگونه او را قضاوت میکنند، دیگران چه نظری در مورد رفتارهای او دارند. اگر مقاومت کنه یعنی که هیچ وقت تغییر به خودش و به شخصیتش راه نمیده متاسفانه. بله. نمیتونه که اصلاح شود. بله دقیقا همینطور است. وقتی کسی قبول نکنه که من این رفتارم اشتباه هست، هیچ وقت وارد مرحله تغییر نمیشه، نخواهد شد. برش میگیم که تو چرا سیگرت میکشی قضیه؟ میگه که من توجیه میکنه، من 3 دفعه تا حالا سیگرت ترک کردم. نمیشه. خب تا زمانی که تو توجیه میکنی، تا زمانی که به مرحله فکر تغییر نیفتاده باشی، هیچ وقت تغییر رخ نخواهد افتاد. این در قدم اول خودت باید بپذیره که نمی نقص در تو است. بله بله، تا وقتی که این کار بشه، تا زمانی که توجیه بشه رفتار ناپسند، هیچ وقت اتفاق نمیافته یک تغییر. یا مثلا برای خانم، برای آقا در خانه میگیم که تو چرا بر دخترک نازنینت مهربانی نمی کنی؟ یا تو چرا به خانومت محبت و مهربانی نمی کنی؟ تو میتونی از بیرون بیای با روی گشاده وارد خانه بشی. تو میتونی وقتی که یک رفتار خوبی کرد خانومت، همسرت یک نان خوبی پخته کرد، وقتی دخترکت یک نمره اول صنف میشه، صنف نمره اول شد، آره، یا اینکه حتما نمره اول نشد ولی اخلاق پسندیده‌ای داره که نماز خودش رو صحیح میخونه، سلام علیک و احوال پرسی پیش مهمانا خوب داره، پاکیزه است، صفاکاری خوب میکنه،
وقتی که برای آقا میگیم که تو چرا برای خانومت یا برای دختر خانومت مهربانی نمیکنی، توجیه میکنه که ما چرا برای مهربانی و محبت کنیم، یا لوس میشه. یا اینکه میگم ما امی محبتی از من نمیست که من در بیرون از خانه میرم کار میکنم، خرجی زندگی رو فراهم میکنم، دیگه چی نیاز است برای که من حتما به این زبانم بگویم که بله. تشکری کنم، بگویم که مثلا چقدر کار خوب کردیم. یعنی بله دقیقا همین قسم است. اگر تا زمانی که توجیه میکنه رفتار ناپسنده یا انکار میکنه رفتار ناپسنده خود، هیچ وقت تغییر رفتار برای آدم رخ نمیده، قطعا این گونه خود بود. بله. پس مرحله اول تغییر مرحله قبل از تفکر هستش، مرحله قبل از فکر کردن هستش. ببینید خب ما کارهایی که مشاوره و روانشناس انجام میده زیاد نفر رو پیش من میاین. بله بله. آقا برش میگم که تو چه رفتاری در زندگی خانم و آقا باعث شده زندگی شما به اینجا کشیده شده؟ دست خودش دراز میکنه میگه همسرم باید تغییر کنه. ولی که ما میگیم که تغییر تو تا زمانی که این رفتار دو طرفه است، تعاملی است، سنگشت سمت خودت است. بله. تا زمانی که سمت خودت تو توجه نکنی، تغییر رخ نده، رفتار همسرت هم در تعامل با تو اونجوری که میخواهی شایسته و بایسته که تو میخواهی نخواهد. یعنی انسان حتی اگر میخواهی که دیگران را تغییر بده، حتی اگر میخواهی که جهان پیرامون خودش را تغییر بده، در قدم اول باید که این تغییر را در خودش بله. ایجاد بکنه به عنوان فردی از افراد نمی جهان. بله دقیقا همه قسم هستش. خب مرحله اول مرحله قبل از تفکر بود که این آدم هیچ انگیزه برای تغییر نداشت، دایم انکار میکرد بله. نه کار ما بد نیست، خودت توجیه میکنه، خودت توجیه میکرد. این مرحله تغییر رفتار رخ نخواهد افتاد. مرحله دوم، اگر میخواییم که ما یک تغییر پسندیده، یک تغییر خوب در رفتار ما باشیم، باید این شش تا مرحله که من در جلسه میگم پشت سر هم اینا رو انجام شوند. بله. کنیم، انجامش بدیم. مرحله دوم مرحله تأمل یا فکر کردن بله. هستش. یعنی مثلا با خودش فکر میکنه بله آه من امروز بد خفه شدم سر خانمم، من باید اگر خفگی بین من و خانمم نباشه در فضای خانه چه فضای شادی و سرور، چه فضای خوشی و سرور ایجاد میشه. اگر در این مرحله فکر کردن رسید که بله این رفتار من نیاز به تغییر داره، اینجا چیه؟ یک اتفاق مثبت رخ داده، یک قدمی کم کم به سوی تغییر اتفاق میفته. مثلا میگه بله من وسواس دارم خیلی زیاد، من اگه که حمام میرم، اگه صفاکاری میکنم، به جای 20 دقیقه یک 15 دقیقه چرا یک ساعت و 15 دقیقه طول میکشه؟ پس این من باید درمانش کنه. یعنی انسان خانم سجادی بزرگوار وقتی که یک نفر در مرحله قبل از تأمل برایش گزارش بده که تو نمی رفتار را داری، یک نفر دو نفر سه نفر برایش میگن تو چرا قد بدخوی هستی، قد خانواده خون، یک بار انکار کرد، دو بار انکار کرد، بالاخره بار سوم باید که انسان به فکر بیفته شاید که نمی افراد که دست من میگن یک چیزی باشه، یک دلیل داشته باشه، من یک رفتاری میکنم که دشان دیگران معلوم میشه که من انسان خشن و بدخوی و بد رفتار هستم. باز همین نقطه که من بپذیرم که یک رفتاری دست من وجود داره باعث میشه که من تفکر و تأمل بکنم و باز به دنبال تغییر باشم. خانم سجادی بزرگوار اگر اجازه بدن یک میان برمی بسیار کوتاه یک وقفه را داشته باشیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم ما، باز هم فصل بهار و آغاز سال نو خورشیدی را خدمت شما عزیزان تهنیت عرض میکنم. یک وقفه کوتاه را میبینیم، بسیار زود هم برمیگردیم.
بینندگان عزیز و محترم در این فضای بسیار زیبا در دامان طبیعت که نسیم فرح بخش بهاری میوزه و آواز پرندگان و حیوانات هم به گوش میرسه، همچنان با ادامه ویژه برنامه نوبهار در خدمت شما عزیزان و محترمان هستیم و از حضور کارشناس و محترم خانم سجادی عزیز استفاده میکنیم. خانم سجادی بزرگوار، بحث در باب تغییر و تحول بود و شما برای از ما و بینندگان عزیز و محترم از ما بیان میکردین که چی تغییرات و تحولاتی را و چگونه و با چه قوانینی در خودمان ایجاد بکنیم. در خدمت شما است. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم به شما خانم بیانی عزیز و دیگر همکاران محترم و بیننده های عزیزی که از خانه های گرم و صمیمی خودشان دارن برنامه زیبای نوبهار را تماشا میکنن. خب ما قبل از میان برنامه درباره قوانین تغییر رفتار به عنوان درس بزرگی که ما از طبیعت میگیریم که فصل شکوفایی و رویش هست، بله، و ما انسان ها هم این درس رو میگیریم که در خودمون رشد و شکوفایی بدیم، یک قانون بسیار زیبایی را اینجا عنوان کردیم، قانون تغییر رفتار. بله. قانون تغییر رفتار مشتمل بر 6 مرحله بود که ما مرحله پیش از فکر کردن رو به عنوان قانونی که قانون اول که اصلا هیچ تغییر در شخص رخ نمیده، چون که دائم رفتار خودش انکار میکنه، توجیه میکنه، مگر اینکه وارد مراحل بعدی بشه. بله. از انکار و توجیه رفتار خودش عبور کنه و وارد مرحله دوم، مرحله تأمل میشه. مرحله تأمل مرحله است که با خودش فکر میکنه بله این رفتار منو پسنده، یا که حداقل حتما و قطعا یک چیزی هست که دیگران به ما گوش زد میکنه. بله، حال دیگران هم کمک کننده هستن که به ما راهنمایی کنن این رفتار تو خوبش نیست، باید تغییرش بدی. وقت خود آدم اذیت میشه، میبینه که وسواس داره، استرس خود زیاد میشه، آزار میبینه، آزار میده خودشه، میبینه که من خودم دارم آزار میبینم، به این مرحله فکر میکنه که من باید تغییر کنم. ولیکن متاسفانه بعضا شاید فقط در مرحله فکر کردن باقی بمانن. میگه که من 5 ساله که نیت کردم که من چند وقته که میخوام نماز بخونم تغییر بدم در رفتارهای خودم. بعد میگیم چند ساله که تو فکر کردی که باید نماز خودت شروع کنی؟ میگه من از مثلا 20 سالگی تصمیم گرفتم. حالا چند سالته؟ 25 سال. خب این فکر کردن که به تنهایی کفایت نمیکنه، بله، باید قدم های بیشتر و بیشتری برداشت. یا مثلا میگه که من تصمیم دارم که غذاهای آماده، غذاهای چرب که باعث فشار خون میشه، باعث میشه که برای سلامتی مضر هست، مصرف نکنم. خب حال تو حالت خوب است؟ آیا فکر کردی این بر زندگی تاثیر گذاشت؟ نه، چون سخت است. میگه بله بله، فکر میکنه سخت است و این کار بسیار سخته که من غذا مثلا چیزایی که خوش ندارم بخورم، سالم است ولی من خوش ندارم بخورم میشن. پس چند سال در مرحله فکر کردن میمانه، ممکنه بمانه، مگر اینکه با خودش فکر کنه ببین من اگر این تغییر در خودم ایجاد کنم چه فایده هایی داره. خب من دیگه سردرد نمیشم، شاید من دیگه معدم اذیت نشم اگه این غذاهایی که دکتر برام توصیه کرده نخور، اگه من اینا رو نخورم چقدر فایده دارم، من دیگه بدن جان درد نمیشم. پس مگر اینکه وارد مرحله بشه که من چه فایده هایی میبینم. و باز خانم سجادی عزیز، چقدر جالب که انمی ویژگی رفتاری که فرد خودش میدانه که ضعف وجودیش چی هسته و یا به چه چیزی نیاز داره، کدام کار را باید انجام بده، کدام کار را نباید انجام بده، میفهمه و باز هم انمی کار ناشایست را انجام میده یا کاری که بایسته و پسندیده است را انجام نمیده، در بسیاری از افراد حتی در سن و سال بسیار کلان هم وجود داره. بله. یعنی ما فکر میکنیم شاید یک خصلت اطفال و خردسالها باشه، ولی متاسفانه در کلان سالها هم بسیار وجود داره. بله. خب این میدونی به کجا برمیگرده؟ این داخل ذهن هست. من باید تغییر کنم. ولی چه وقت این فکر کردن ثمر میده، میوه میده؟ وقتی که من به این باور برسم که بله من باید تغییر کنم، من باید وزن خود کم کنم که بیماری هایی که دکتر برام گفته من بهش عارض میشم به اون بیماری ها مبتلا نشم. یعنی تفاوت وجود داره خانم سجاده بین فکر و باور. بله، وقتی فکر میکنی و
و خب میگه که آه بله آه من کمتر دیست داره خوبش رو، ولی باور داشته باشی که این دیست شستن من 2 ساعت برای وضو گرفتن این یک بیماریست. خودم دارم آزار میبینم، گاهی وقت شده نماز قضا شده، گاهی وقت شده من کار ضرور دارم و در حمام صفاکاری نمیکنم، به جای 20 دقیقه کار 2 ساعت وقت من گرفته، از وظیفه مان، از درس مان، اصلا جان درد شد، دیست درد شد، پای درد شد. همیست که در آموزهای اسلام میگه یه تفکر کردن گاهی از چند سال عبادت کردن، از 70 سال عبادت هم بالاتر و برتر شمردن میشه، بالاتر از 70 سال عبادت هستش. ببینید نقش فکر ما از قالب یک مثال براتون میخوایم بگم چقدر فکر مؤثر است در عمل کرده آدم ها. در یک باغ وحشی در پکن اونجا حیوانات به صورت آزاد و رها هستن در فضا و مردم وقتی میرن سهل میکنن تعجب میکنن، کلگی سهل میکنن که چطور که یک شیر رهاست، چطور که یک فیل به او کلانی رهاست. میبینید در یک گوشه باغ وحش یک فیلی با چنان عظمتی همراه یک ریسه، یک تناب بسیار نازک در یک چوب خیزران بسیار نازک استقامت بنده. کسایی که اومدن تماشا میکنه میگه چه، آیا به نظر شما این کار معقولانه است که یک حیوان عظیم الجثه رو شما در یک چوب نازک بند کردید؟ این خطرناک نیست؟ و مسئول او باغوش چی میگه؟ میگه این 11 سال هستش که این قصه جریان داره. وقتی که این حیوان خرد بود، وقتی که این تازه دنیا آمده بود، تعادل نداشت. برای حفظ تعادل عظیم ما یک ریسه و یک تناب بسیار نازک و یک چوب بسیار نازک بند کرده بودیم. این وقتی تحرک داشت میدانست که مثلا 3 متر پیشتر میره و این به اندازه وقتی که این بزرگ شد و بزرگ شد این در ذهنش ماند که من به همین اندازه میتوانم. یعنی یک حس درونی و یک باور قلبی برش ایجاد شد که من در نهایت انمی قد میتونم که جلو برم و از او پیشتر نمیتونم. بله این فکرش این توانمندی خودش رو تأثیر گذار بود. یعنی فکر کرد که من همه قد میتونم 11 قدم 10 قدم میتونم پیش برم. ما آدم ها هم اگر که این تیغه های ذهنی خودمون رو بر نداریم تحرک نمیتونیم داشته باشیم. تا زمانی که بگیم نه من نمیتونم دستای خود کمتر بشویم، نه من نمیتونم پشت گوشی کمتر از میگه که دست باشم. خودم نیست. میگیم تو چرا این کارو میکنی؟ دست من نیست، خود دست کیست؟ یک بله. سوال است. بله. دقیقاً. پس ما باید براده های ذهنی که در ذهنمان هست مثل همین مثال فیل، اینها تیغه های ذهنی هستن که اینها باعث شده که ما رو از حرکت باز داشتن. پس ذهن بسیار میتونه قوی باشه. مثل یک ماهی در یک آکواریوم بود، ماهی کلان سون ماهی خورد میرفت، ما بین اینا یک دیوار بود، تا چند سال اینا تحرکش به اندازه بود که تا دیوار میرفت میدونست که به شیشه میخوره. بعد از اینکه شیشه رو برداشتن دیدن چه اتفاق افتاد، این ماهی کلان دیگه به همون اندازه میرفت که شیشه میبود. فکر میکرد که شیشه نمونجست. بله در فکرش بود که این شیشه هست و من تحرک ندارم. برای ما آدمیان هم همیست. تا زمانی که فکر میکنیم نمیشه واقعا نمیشه. یک بیت بسیار زیباست که میگه اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. خب ما مرحله دوم تأمل و فکر کردن عبور میکنیم و مراحل دیگر رو به صورت مختصر میگیم که خیلی کمک کننده هستش. بله. مرحله سوم مرحله آماده سازی هستش. حالا توجیه نمیکنه مرحله اول، مرحله دوم قبول میکنه و باور داره که من باید این رفتار تغییر بدم. بله. مرحله سوم مرحله آماده سازی هستش. شروع میکنه به برنامه ریزی. بله اگه من روزانه تا ساعت 11 بجه خواب میکردم برنامه ریزی میکنم، بله من 6 بجه از خواب بخیزم. بله. برنامه ریزی میکنه، کسایی که در این مسائل متخصص هستن مشاوره و راهنمایی میگیره. این مرحله آماده سازی هستش. مرحله چهارم مرحله عمل کردن هستش. میگه حالا من برنامه ریزی کردم، حالا من باید چیکار کنم؟ عمل کنم. و سخت‌ترین مرحله من این مرحله است خانم سجاد. بله دیگه هنر هم کسایی میکنن که سختی میبینن دیگه، هنرمند هستن. پس مرحله چهارم مرحله عمل کردن است. دیگر رو میبینن بله آه این اگه 11 بجه از خواب میخیست
چی شده چند روزه که این ساعت 8 بجه این دو سه روز تغییر کرده. اتفاقا این دو سه روز نیست که تغییر کرده. ای چند مدت که تغییر کرده. ممکنه که چند ماه از تغییر فکری گذشته باشه. بله. اول دیگه توجیه نمیکنه، این کار نمیکنه. دوم فکر کرده بله این رفتار من خوب نیست، برای سلامتی مضره. سوم برنامه ریزی کرده که بله من باید یه برنامه جانانه داشته باشم و به او عمل کنم. چهارم که مرحله عمل کردن هستش و دیگران هم متوجه تغییر در رفتار ای میشن. خب و خانم سجادی بزرگوار، قبل از اینکه مرحله بعدی رو بگویم، من بسیار زیاد دیدم و شاید تجربه شخصی از ما هم هست و شاید تجربه شخصی بسیار از بینندگان عزیز و محترم از ما هم باشه که بسیاری از ما تصمیم میگیریم که یک تغییر در زندگی خودمون ایجاد بکنیم و به ویژه میگیم که مثلا از نمی شنبه من فلان کار آغاز میکنم، از نمی ماه نو فلان کار را و فلان تغییر را در خودم ایجاد میکنم، از نمی سال نو فلان تغییر را در خودم ایجاد میکنم. و وقتی که شروع میکنه یک روز، دو روز، سه روز، یک هفته، دو ماه مداومت میکنه، ولی ادامه دادن این کار و عمل برای انسان بسیار سخت است. این را چه کنیم که بتانیم که مداومت داشته باشیم؟ بله، سوال بسیار بجا و حتما در ذهن کل بیننده های ما مطرح شد. خب من فکر تغییر بودم، عمل کردم، یک چند وقتی هم انجام دادم، ولی چی؟ از سبا قصه از خسته میشم. بله، این سوال بسیار بجایی هستش. خب ما تا مرحله چهار گفتیم. بله. مرحله پیش از فکر کردن، مرحله فکر کردن. آماده سازی، مرحله چهارم عمل کردن. جواب سوال شما در مرحله 5 و 6 هستش. مرحله 5 مرحله نگهداری رفتار هستش. یعنی که اگر من این برنامه رو ریختم، اگر من دو سبه، سه سبه، اگر که من ساعت 10 بجه عادت داشتم از خواب بخیزم، اگر من عادت داشتم که روزانه 5-6 ساعت پشت تلویزیون باشم، برنامه ریختم که من فقط ساعت مخصوصی، برنامه های مخصوصی که گزینش کردم، انتخاب کردم، نگاه کردم، عمل کردم، حال چیکار کنیم؟ من اگه سه روزی کار کردم، این سه روز تبدیل شده به یک ماه. بله، یک ماه تبدیل به دو ماه شده. به دو ماه شده. بله، دو ماه یک سال شده. انسان بتانه که برای مدت طولانی یک رفتار رو انجام بده که یک اصطلاحا میگن یک ملکه درونی برش شده. احسنت. بس ملکه درونی، ما برای که یک رفتار تبدیل به یک ملکه بشه، به سه تا مؤلفه نیاز داریم. یعنی یک عملی که ما انجام بدیم یک زمانی میبره، یک تکرار میخواد و یک اراده میخواد که این رفتار ما تبدیل بشه به عادت. بله. باز دوباره این عادت ما یک چند وقت بوده، دوباره این نیاز داره که یک زمانی میخواد، یک تکراری میخواد و یک اراده قوی میخواد که این تبدیل شه به ملکه. وقتی ملکه شد، حالا از عادت فراتر رفت، ملکه شد، دوباره چی میخواد؟ دوباره یک زمان، دوباره تکراری و دوباره اراده‌ای که این تبدیل بشه جزء هویت و شخصیت ما شود. ما در آستانه ماه پرفضیلت رمضان هستیم. ماه رمضان ماه پربرکت، ماه پر از خیر و بهار دلهاست. بهار دلهاست، ماه نزول قرآن. خب ما در این ماه 30 روز هستش. اگر دقت کنیم بسیاری از فضایل اخلاقی ما از ابتدای ماه رمضان شاید عادت نداشته باشیم که ما سحری بلند شویم. بله. شاید عادت نداشته باشیم که ما روزا صبحانه نان چاشت نخوریم. بله. دشوار است. روزای اول به ویژه بسیار سخت است. بله. ولی نگاه میکنی شما دیگه روز 20-21، روز 25 دیگه معده انگار ظرفیت و گنجایش نداره دیگه تو صبحانه بخوری. این برمیگرده به زمان، برمیگرده به تکرار، برمیگرده به مداومت. پس مرحله پنجم از تغییر رفتار نگهداری رفتار هستش. یعنی ما باید سبک زندگی ما دیگه با اون محرک هایی که قبلن ما با اون سبک زندگی چیده بودم، با اون محرک ها دیگه تحرک نداشته باشم. اگه ما قبلن وقتی که استرس داشتم غذاهای آماده میخوردم، دیگه حال عادت داده باشم خودم و دیگه در وقت استرس غذای آماده مصرف نکنم. اگه من قبلا سه روز در هفته عصبانی بودم،
خب من چه کار کردم که از 6 روز تبدیل به 3 روز شدم؟ باید فکر کنم خب من یه جای خشم خود کنترل کردم، یه جاهای من سکوت کردم، یه جاهای من تغییر مکان دادم. یعنی اگر که در حال ایستاده بودم نشستم. پس این سبک من برای خودم ایجاد کردم. وقتی که این سبک برای خودت ایجاد کردی و آگاه و هوشیار شدی، پس میگه بله ها، من بقیه مسیرم و همین سبکش پیش میرم. یعنی یک خانم سجادی بزرگوار، برخی اوقات هست انسان ناامید میشه، میگه که من یک روز، دو روز، سه روز، یک ماه، دو ماه یک کار انجام میدم ولی هیچ من تغییر نمیکنم. این حس را نداشته باشیم، بفهمیم که بالاخره با مداومت داشتن، با اراده داشتن و اینکه یک زمانی بگذره، بالاخره نمی رفتار از من تبدیل به عادت میشه، عادت بر از من تبدیل به ملکه انشالله خواهد شد، و اگرم چنان ادامه بدم این ملکه تبدیل به هویت تو شخصیت از من خود شد. بله، و این شخصیت من سرنوشت مرا میسازه دیگه. پس ما در محله که داریم عمل میکنیم یک مدتی، و حالا ما میگیم در ماه رمضان مثال زدیم، یک رفتاری وقتی 30 روز 40 روز ما انجامش بدیم، دیگه کم کم جزوی از هویت ما میشه. انشالله. بله خانم سجاده بزرگوار، در حدود 1 دقیقه اگر که جنبندی بفرمایید تشکر میکنم. بله، و مرحله آخر که مرحله خاتمه بود، من به عنوان یک شخصی که خواهانی بودم که رشد در خودم داده باشم، بله، تعهد بدم به خودم که دیگه این رفتار رو ادامه بدمش و این احساس کنم اگر که من غذاهایی که چرب و شیرین بود که دکتر برام گفته مصرف نکن، دیگه واقعا اینجا تو مرحله خاتمه احساس میکنم اگه من اینا رو مصرف کنم جانم دچار آزردگی میشه. و در انتهای برنامه از بیننده های عزیز، هر کسی که در هر جای این ولایت بسیار زیبا، ولایت بسیار زیبای افغانستان، قندوز، قندهار، هرات، کابل، مزار شریف، بلخ، بغلان، پغمان، هر جایی که هستن، فکر کنید که من تا به حال چه رفتارهایی داشتم که نیاز داره که من در اونها تغییر ایجاد کنم. و حتما و حتما برای خودتان یک یادداشتی کنید، با خودتان تعهد بدید که من از این طبیعت زیبای الهی درس‌های بزرگی بگیرم و انشاءالله شاهد زندگی‌های خوش و خرم و پر از سلامتی باشم. انشاءالله. بسیار بسیار تشکر از شما خانم سجادی بزرگوار. بینندگان عزیز و محترم ما، بینندگان خوب ویژه برنامه سال نو، برنامه نو بهار، به پایان برنامه رسیدیم. بخشش باشه اگر که یک صدایی میشنوید، اگر که یک تغییر نور میبینید، به این خاطر است که در دامان مهربان طبیعت هستیم در آغاز سال نو، برنامه را از طبیعت تقدیم شما عزیزان و مهربانان میکنیم. اگر بینندگان عزیز این طبیعت و این سال نو و فرارسیدن ایام جدید و فصل بهار برای از ما و شما نمی برکت را داشته باشه که بتانیم اندیشه کنیم و تفکر بکنیم و این تغییرات را، تغییرات مثبت را در خودمان ایجاد بکنیم، مبارک ترین روز و فصل سال انمی فصل و انمی روز خواهد بود. باز هم از شما تشکر میکنم و یاد شما نرود شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 شماره است که میتونید که از او طریق با شبکه تلویزیون جهانی هادی تیوی در ارتباط شوید و ما بسیار خوش میشیم که نظرات شما عزیزان را در مورد ویژه برنامه نوبهار ببینیم. انشالله که روزهای آینده هم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. به همراه کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. بزرگواران، روز و روزگار با شما خوش باشه.